درود بر مردم شجاع و آگاه میهنم به اولین برنامه خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید در دقایق پیش رو با مهمترین نروین خبری در خدمت شما هستیم درگیری ماموران اطلاعات سپاه در حرم رضوی با محافظ دومی که زنده ماند همراهان عزیزم در این روزهای حساس و سرنوشتساز دوباره از شما دست یاری میطلبیم اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسانه تیم پرتلاش کیوسک باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم درگیری ماموران اطلاعات سپاه در حرم رضوی با محافظ دومی که زنده ماند. روایت های متناقض مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی درباره سرنوشت سرنشینان هلیکوپتر و علت سقوطان از همان ساعت های نخست بروز حادثه آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. این روایت های متناقض صرف نظر از اینکه اشتیاق مقام های رژیم برای مصاحبه و امنیتی بودن برخی رسانه ها را آشکار می گمان نشانه‌سنی‌ها درباره علت حادثه رانی نیز افزایش دادند. به تازگی سکس از جواد مهرابی محافظ دوم رئیسی منتشر شده که باعث شد احتمال دست داشتن عوامل رژیم در کشته شدن رئیسی را بالا ببرد. مهرابی با اینکه در ابتدا اعلام شد کشته شده سه روز بعد در زمان خاک سپاری رئیسی در حرم رضوی در حال دعوای لفظی با چند تن از ماموران اطلاعات سپاه هست. در حالی که عوامل در صحنه سعی در کنترل اوضاع داشتهاند مهرابی با یک مامور سپاهی درگیر می شود. اوزا به حدی به تشنج کشیده می شود که فیلم صدا و سیما نیز برای جدا کردن آنها وارد معرکه می شود. عکسهایی که از این اتفاق منتشر شده نیز توسط خبرگزاری ها حذف شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از مردم ایران و نیز تعدادی از تحلیلگران سیاسی و روزنامه نگاران بارها در شبکه های اجتماعی و رسانه ها اعلام کردند که با توجه به شواهد موجود و تناقضهای فراوان در سخنان مقام جمهوری اسلامی به صحبی بودن سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشته شده جمهوری اسلامی و همراهانش اعتقادی ندارند و معتقدند که در ترور رئیسی عوامل داخلی یا خارجی نقش اصلی را ایفا کردند. پاسخ واضح و دقیق ندادن مقام های نظامی به سالهای مهمی همچنین که چرا عملیات جستجو به رغم در دسترس بودن تلفن ها تا ساعت ها ادامه یافت چرا رئیس جمهوری ایران را سوار بر هلیکوپتری از رد خارج و قدیمی کردند در صورت بروز فنی چرا خلبان نتوانست فرود استروری انجام دهد یا چرا شرایط نامساعد جوی دو هلیکوپتر دیگر را سرنگون نکرد نیز ابهامات این پرونده را بیشتر کرده است ایران چند روزی است که شاهد یکی از عجیب ترین وقایع سیاسی تاریخ معاصر خود است رسانه های ایران ساعت 16 روز یک شنبه سیام مردی 1403 خبر از سقوط یک هلیکوپتر در شمال غربی ایران دادند حدود یک ساعت بعد به صورت رسمی و وزیر کشور جمهوری اسلامی تایید کرد که این هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بوده است این در حالی بود که دقایقی قبل از آن خبرگزاری فارس می گفت او زمینی به تبریز رفته است این نوع خبررسانی بسیاری را نسبت به آنچه در جریان بود مشکوک کرده وضعیت خبررسانی بدتر دشوار هم شده چرا که تاییدها و تکذیب های بسیاری در میان اخبار داخلی ایران در جریان بودند آنچه مقامات میگفتند را مقام دیگری تکذیب کرد یا گفته ها با هم در تناقض بودند همین وضعیت باعث شد تا بسیاری نسبت به طبیعی بودن حادثه شک کنند احتمالا بر همین هم برخی در شبکه های اجتماعی آن را کودتا و برخی دیگری حذف ابراهیم رئیسی از صحنه سیاسی دانستند اما کم نیستند کسانی که دست بیگانه را در این اتفاق می جوینده. با این حال پس از حادثه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دوشنبه سی و اردیبهشت ماه دستور بررسی ابعاد و علل سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی را صادر کرد او یک هیئت عالی رتبه را به ریاست سردار خلبان علی عبداللهی موظف به تهیه گزارش کرده است در همین رابطه روز چهارشنبه کمال هادیان جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش گفت در خصوص حادثه سقوط بالگرد تیم بسیار مجربی در حال بررسی این موضوع هستند و قطعا نظر نهایی داده خواهد شد اما تا کنون اطلاعاتی از این گروه و اقداماتشان منتشر نشده است همین تعلل در انتشار اطلاعات نیز بسیاری را بر این باور رسانده که جمهوری اسلامی به دنبال پوشاندن واقعیت هاست روز یک شنبه سیوردی سه هلیکوپتر پس از افتتاح صد قیز در مرز آذربایجان و ایران به سمت پالایشگاه تبریز در حرکت بودند اما مقصد دو فروندانها به معدن مس سونگون در نزدیکی شهر ورزقان تغییر یافت چرا که هلیکوپتر سوم ناپدید شده بود نزدیک بودن این رویداد به مرز آذربایجان و روابط دوستانه آذربایجان با اسرائیل و در این حال تیرگی روابط میان تهران و باکو بسیاری را به این مسئله مزنون کرد. در همان ساعت که جستجو در جریان بود دیده که وجود یک نیروی خارجی در ماجرا در شبکه های مجازی دست به دست می شاده. اما فاده ای زدی یکی از اساتید دانشگاه در تلویزیون جمهوری اسلامی این ایده را علنی کرد. او گفت سانه ممکن است رخ داده باشد ولی مسئله ما در منطقه آذربایجان وجود سحیونیست ها و موساده است. یه نکته عرض کنم خدمتون. بدونید زمانی که هلیکپتری دوچار حادثه میشه ممکنه مشکل فنی باشه ممکنه مشکل آب و هوا باشه ممکنه گزینه های دیگه هم هست زمانی که هلیکوپتر دوچار سانه میشه غیر از مشکل فنی و مشکل آب و هوا ممکنه مشکلات دیگه هم پیش بیاد یه مسئله رو ما در جمهوری آذربایجان داریم و اون حضور صهیونیست‌ها و موساد منطقه هستش امید داریم امید ما این هستش که الان آقای رئیس جمهور سعی و سالم در یک محیطی باشن حالا دسترسی بهشون سخت شده به خاطر حادثه که پیش آمده ولی این در نهایت بررسی خواهد شد توسط نهادهای مربوطه در کشور و از این جهت ضمن احترامی که جمهوری اسلامی برای همسایگانش قائل هست همیشه یک نکته ای تکرار شده که این همسایگان نباید محیطی باشن برای اینکه ضربه ای به جمهوری اسلامی وارد بشه نکته هستش که قاعدتا مقامات آذربایجان هم به اون توجه دارن ایده او در چند روز گذشته تقویت شده است به نوعی که روزنامه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نوشت گمان زنی های متمایل به توته بودن حادثه به قدری زیاد است که اکنون تمام ذهنها با آن مشغول است این روزنامه توضیح داد این حادثه در نزدیکی مرز کشور با جمهوری آذربایجان رخ داده که رژیم صهیونیستی امکانات اطلاعاتی مخابراتی و نظامی زیادی در آن مستقر کرده است اینکه بالگرد ایرانی در حال باز گشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد و حامل رئیس جمهور دچار این حادثه شده ضمن اینکه میتواند مرتبط بودن حادثه با عوامل جوی را منتفی کند احتمال توطعه بودن را تقویت میکند توطعه بودن این ایده را کانالهای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز منتشر کردند. برخی از آنها میگویند این تروری کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند بود چرا که سامانه های اسرائیلی در منطقه وجود داشتند آنها میگویند رابطه ای ایران و آذربایجان به ناگهان بهبود یافت و به سرعت دو رئیس جمهوری همدیگر را دیدند سال این افرادان است که چرا دو بالگرد دیگر سالم ماندند اما بالگرد رئیس جمهوری ایران دچار سانحه شد پاسخشان وجود سامانه راداری به نام ELM خط تیره 2288 AD خط تیره استار در آذربایجان است که ساخته ای اسرائیل است آنها میگویند این سامانه امواج راداری را به هم می و در این واقعه اسرائیل و آذربایجان نقش دارند اما همزمان با اینکه وجود دستهای بیگانه در این مسئله مطرح شده است برخی در ایران سخن از کودتا توسط هسته سخت را مطرح کردند اگرچه در برخی گروههای پیامرسان داخلی مثل ایتا این گمان زنی مطرح شده است و برخی از اکانتا نیز در دیگر شبکه ها به آن پرداختند اما به قدرت گمان زنی اول نیست نکته قابل توجه است که این افراد به سخنرانی ساعت شامگاه رهبر جمهوری اسلامی در سیوم به اشتماع ارجاع داده و نحوه جمله بندی او در مورد رئیس جمهوری را خونسرد دانسته و در چهره او غمی نمییابند حتی برخی میگویند علی خامنه ای حتی مضطرب هم نبود در شرایطی که چنین پامهای قابل توجهی در فضای ایران وجود دارد اخبار ضد و نقیز مقامات و خبرگزاری های جمهوری اسلامی بر دامنی این گمان زنی ها در روزهای گذشته افزودهاند قدمت هلیکوپتر و وضعیت آن شبهات موجود را بیشتر کرده است چرا که سیستم مکانیابی این هلیکوپتر خاموش بود چیزی که وزیر حمل و نقل ترکیه روز سهشنبه بران تایید کرد و گفت این هلیکوپتر سیستم سیگنال خود را روشن نکرده بود یا اصلا چنین سیستمی این نداشت در ایران اما نگاه ها به قدمت هلیکوپتر بل 212 بود هلیکوپتری که در دهه 1994 از کانادا خریداری و جالبتر آنکه رئیس جمهوری ایران سوار مدلی از آن شده بود که رادار هواشناسی هم نداشت. منتقدان میگویند چرا رئیس جمهوری ایران باید سوار چنین هلیکوپتر قدیمی شده باشد؟ برخی از مقامات و کارشناسان ایرانی بر این باورند که, که کهنه بودن هلیکوپتر و وجود تحریم ها عاملی شدند تا این حادثه رخ دهد. وبسایت خبری انتخاب در این باره می نویسد با توجه به اینکه بخش عمده ناوگان حمل و نقل هوایی ایران به دلیل تحریم های آمریکا و سایر کشورهای غربی قادر به خرید پرندههای جدید و تامین قطعات گدکی نیست به احتمال بسیار زیاد باید مشکل فنی را عامل این سقوط دانسته به نظر میرسد که این خبرها برای اثبات اصابت هلیکوپتر به کوه باشد محسن هاشم نژاد کارشناس هواشناسی کوهستان زنجان در گفتگو با تسنیم این موضوع را سریحتر بیان می کنده. حدود ساعت پنج و سی دقیقه تا 6 بود که اعلام شد محل دقیق سانحه مشخص شده است. منطقه بسیار مهالود بود و همین مهالودگی کار را بسیار سختتر می کرده او بیشتر توضیح می دهده. بالگرد به دلیل اصابت با کوه متلاشی شده بود. پیکر شهیدان عزیز هم پیدا شد. برخی پیکرها دارای سوختگی بودند و برخی به دلیل آسیب دیدن ترمای سنگین و شدید مثل شکستگی داشتند. نکته آنجاست که او متخصص هواش کوهستان است اما دارد در مورد وضعیت هلیکوپتر و دیدگی افراد اعلام موضع می کند. این نوع خبرسازی و برآورد افراد غیر کارشناس در مورد این امر حساس چیزی است که به عمد خود رسانه های جمهوری اسلامی با آن دامن زدند. خبرنگار CNN ترکیه نیز توضیحاتی از بدنی بالگرد پس از بازدید منطقه داد و عنوان کرد هلیکوپتر بزرگ بود. بدنه و کابین از هم جدا شده بودند و قسمت دوم هلیکوپتر سالم با. مانده بود اما او تاکید میکند که در بقایای هلیکوپتر سوختگی شدید یا انفجار وجود نداشت و برخی قطعات متلاشی نشده بودند تمام موارد بالا نشان میدهد که تلاش جدی برای شفاف سازی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی مقامات ایران وجود نداشته است و سوالات بسیاری بی پاسخ ماندهند همراهان و یاران عزیز فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسک پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید